صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید دهها هزار تن در افغانستان با خطر آفات طبیعی بلایای طبیعی از جمله خوشسالی سیلاب و زلزله روبرو هستند یونیسف در گزارش تازه خود تحت عنوان طرح پاسخگویی و, و نیازهای بشر دوستانه در سال 2024 گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار نفر در افغانستان در معرض خطر آفات طبیعی بلایای طبیعی قرار دارند که بیش از نیمی از آنان را کودکان تشکیل می دهند. یونیسف می که امسال حدود 24 میلیون نفر از جمله 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی و تخریب محیط زیست به شدت با خطرات آفات طبیعی شدید و مکرر مانند سیل، زلزله، برف کوچ، بهمن، رانش زمین و خوشسالی روبروست بر اساس این گزارش میزان ناامنی غذایی در افغانستان از نوامبر 2023 تا مارس 2024 بدتر شده است به طوری که 16 میلیون نفر نزدیک به 40 درصد از کل جمعیت با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند این نهاد سازمان ملل متحد میگوید به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و پس از زمستان نسبتا خشک خطر باران شدید و سیلاب ها در تابستان امسال افزایش یافته است که این میتواند به زیر ساخت و زمین های زراعتی آسیب برساند پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد